مرجعیت شیعه آیت الله عظما حسینی شیرازی مدزلو در بیانات خود در جمع بانوان طلبه حوزه علمی حضرت زهرا سلام الله علیها با رساندن فکر قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام به دنیا و برطرف کردن شبهات تاکید کردند و آن را یک وظیفه همگانی خواندند ایشان افزودند هر که میخواهد آخرت خود را آباد کند و بدان دست یابد باید ایمان به خدای عز و جل و اعتقاد به عدل نبوت و امامت و معاد داشته باشد برجال قدر آیت الله العظما شیرازی در ادامه بیانات خود فرمودند بر همه مؤمنان واجب عینی است که فرهنگ و تعالیم اهل بیت علیهم السلام را به دنیا نشر دهند و شبهاتی که فرقه های زاله ترویج می دهند را برطرف و شفافسازی کنند. معظم الله تأکید کردند که هر مؤمن در حد توان خود باید در این امر مهم مشارکت داشته باشند. ایشان از مردان و زنان مؤمن خصوصا کسانی که در حوزه های علمی مشغول فعالیت هستند دعوت کردند تا با تمام ابزارهایی که در اختیار دارند در نشر فرهنگ و تعالیم اهل بیت اسمت و تعارات علیه السلام بکوشند که این عمل یاری اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و اهل بیت ایشان محسوب می شود و عدم توجه به این امر باعث خزلان و ناشکری می شود. ایشان در ادامه به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی در حق امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کردند که می‌فرمایند اللهم انصر من نصره و اخزل من خزله حضرت آیت الله عظما شیرازی در پایان بیانات خود تصریح کردند که در زمان حاضر یاری و نصرت امیر مؤمنان علی علیه السلام نمایاندن شخصیت والایشان به جهان و معرفیان حضرت به عنوان قرآن ناطق می باشد.